مایکل هارت یک عالم عیسوی هست و کتابی می نویسه به نام صد مرد برتر جهان، صد مرد تاریخ ساز. در ابتدای او کتاب نام کدام کافر نیست، نام کدام ملحد نیست، نام کدام رهبر و قهرمان دیگه ای نیست، در ابتدایش نام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. الحق ما شهد به الاعدا، حق او هست که دشمن شاهده بده، دشمن به این شاهدی داده. دانشمندای غرب میگه که این حالت فعلی که یا وضعیت کشورهای کفری یا اسلامی که فعلا در این حالت قرار گرفتن، ایره هیچ کس رهبری کرده نمیتونه مگر پس او محمد برگرده و این جهان را رهبری بکنه. من نمیتونم که با کلمات ناقص خود این رسول الله را برای شما معرفی بکنم. نشود با گفتار ما، با کلمات ناقص ما از وصف رسول الله کاهیده شود، از وصف رسول الله کم شود. ما با این کوتاهی خود نمیتونیم وصف رسول الله را بیان بکنیم. اینجا طفل ما از رسول الله میگه، اینجا استاد ما از رسول الله بیان میکنه، اینجا جوان و نوجوان ما از رسول الله میگه. این شخصیت دیگه ای بوده، این شخصیت بی‌بدیلی بوده، نزد الله هم از جایگاه خیلی والا برخوردار است. موسی علیه السلام دعا میکنه که رب اشرح لی صدری، ای پروردگار مرا انشراح صدر نصیب کو. دعا میکنه موسی علیه السلام، اما الله متعال بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم میگه الم نشرح لك صدرک، آیا من تو رو شرح صدر نصیب نکردم؟ جایگاه را ببینید، فضیلت را ببینید. موسی علیه السلام به طرف کوی طور دواندوان هست. الله میگه کجا روان است موسی؟ میگه و عجلت الیک ربی لترضاه، عجله دارم، شتاب دارم، میدوم، دوان دوان هستم که الله از مراضی شود، تو از مراضی شوی. اما بر رسول الله میگه که ولسوف یعطیک ربک فترضا، زود است که پروردگارت از تو راضی شود. این جایگاه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم است. هر چیز یک شخصیت اول داره، هر چیز یک بهترین داره. زمین بهترین مکانش حرمین شریفین، بهشت بهترین بهشت فردوس، بهترین فرشته جبرائیل علیه السلام، در شبها بهترین شب شب قدر، و در ماه بهترین ماها، در بین ماها ماه رمضان، و در بین شخصیت ها شخصیت کامل رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. ای رسول الله را که نامش را میگیری خب دقیق متوجه باشه که میگه محمد صلی الله علیه و سلم. ای تو فکر میکنه که از این محمد بوی صداقت میره؟ ما که نام محمد را میگیرم صلی الله علیه و سلم، فکر نمیکنم که در این جمع یا در بین کسایی که صدای مرا کس میشنوه کسی بوی خیانت را ببینه، کسی بوی خیانت را به مشامش برسه. اما ابو جهل را که میبینی نامش را میگه، چون سرسخت‌ترین دشمن رسول الله است، بوی خیانت میه، بوی ظلم میه، بوی استبداد میه، بوی تجاوز میه. اما نام رسول الله را که میگه، میگه رسول الله، بوی رحمت، بوی شفقت، بوی مهربانی، بوی ایثارگری، بوی فداکاری، بوی اخوت، بوی برادری و برابری میه. واقعا که شخصیت کاملی بود. حق ما یا حق رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بالای امت چی هست؟ در حضور استادا صحبت کردن شاید بی ادبی شود، ولی باز هم چون از طرف آمر مأمور شدیم باید اطاعت کنیم. اولین حقی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بالای ما داره یس ایمان به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم داشته باش. و الحمدلله از این فضیلت برخوردار است. الحمدلله اگر این مسلمان ها یا این امت هیچ چیزی نداشته باشه، امی محبتی که در درون قلب ما و شما موج میزنه از رسول الله، امی ایمانی که در درون قلب ما نسبت به رسول الله وجود داره، بزرگترین شما ثروت، بزرگتر از همه ثروت ها دارین، بزرگترین ثروت نزد شما هست، بزرگترین قدرت نزد شما هست، بزرگترین انگیزه و اندیشه و فکر و تفکر نزد شما هست. تشویش نداشته باشید، اینو خدا داره. دومین حقی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بالای ما داره محبت با شخصیت نازنین. من از پیشتر تا به حال از صبح تا به حال این طرف نگاه میکنم، طفلم عشق میریزانه، کلان سنم عشق میریزانه، جوانم عشق میریزانه. ما
خب خاطر کدام محبوب تا به حال عشق نریختانده. اما ای رسول الله دلبر دیگونه ای نمیتونه از خاطر محبتی از عشق خود کنترل بکنه. طفل با ای رسول الله محبت داره، مرد و زن با ای رسول الله محبت داره، ای را دوست داره. شیخ الهند داستان را بیان میکنه، میگه من در یکی از سفرهای خود در مدینه منوره به خاطر زیارت گرامی رسول اسلام صلی الله علیه و سلم رفتم. گفت وقتی که در نزدیک مسجد نبوی داخل میشم، گفت در یک طفلی در زبالدانها، به اصطلاح ما شما اشغالدانها، میگه در جستجوی نان هست. میگه یک دفعه بدن من در لرزه شد که در شهر که رسول الله قدم زده باشه، در شهر که رسول الله زندگی داشته باشه و در شهر که خود رسول الله ریخته شده باشه، این طفل چی میکنه در زبالدانها؟ این طفل چی میکنه که در زبالدانها پشت نان میگرده؟ در شهر رسول الله چون این طفلی؟ از او گفت نزدیک طفل رفتم، گفتم خیرت باشه. گفت از ما پدرم شهید شده و ما یک مادر در خانه دارم، برادر خواهرم ندارم. همیجا زبالدان ها که روزای دوشنبه و پنجشنبه حجاج افطار میکنن، میگه من چیزی که باقی میمانه از خوراکی های اونها، اونها را جمع میکنم در خانه میبرم که ما برای خوراک چیز نداریم. یک دفعه میگه تنی من بلرزه شد. شیخ الهند میگه من طفلک را گفتم که او برادر، او طفلک، او کودک بچیم، برو به مادرت بگو که نزد من یک شخص آمد و مرا گفت که از خانواده تو را اعاشه و اباطه شرمه می کنم، تو همراه ما در دارالعلوم دیوبند برو و در سایت ادامه بده به اسلام خدمت بکن. گفت درست است، خوشحال شد. رفت داوندان نزد مادر خود، گفت مادر جان برای من یک استادی، یک برادری به من تو گپ زد، اجازه هست که برم؟ مادرشون خیلی خوشحال شد، گفت برو به خاطر اسلام خدمت بکنی، به خاطر اسلام قدم بزنی، به خاطر اسلام قلم بزنی، به خاطر اسلام شمشیر بزنی، برو. وقتی که رفت اون نفر شیخ الهند را، اتفلک شیخ الهند را خبر کرد، گفت مادرم اجازه داد، بستره خود را گرفتم و کتابایی که ضرورت بود را همراه خود گرفت، در حال حرکت کردن هستن. وقتی که حرکت میکنه، اتفل از دروازه حرم نبوی که خارج میشه که میبینه که گنبد خضرا و یک گنبد سبز از چشمش دور شد. اتفلک یکی از زیر چشمش، از زیر دیدش دور شد. گفت کاکا جان، گفت دو سر زمینی که ما و تو میریم، که هند گفته برای ما، دو سر زمینی تو گنبد خضرا وجود داره یا نداره وجود؟ و دو سر زمینی تو گنبد خضرا هم اگر وجود داشته باشه، گنبد سبز، دو جا یک شخصی به نام رسول الله دفن هست یا خیر؟ یک دفعه اشکای شیخ الهند جاری شد. گفت تو شخصیت اگر در اونجا وجود می داشت، ما اینجا چی می کردیم؟ ما چی دوان دوان اینجا می آمدیم؟ طفل پس بستره خود به زمین انداخت، کتابای خود بالای بستره من، گفت استاد، گفت جایی که رسول الله نباشه من نمیرم. تکبیر! من خانه هم که میرم، من که به خانه میرم، پشت سر خود یک دفعه می بینم که گنبد خضرا رو ما باید ببینم، من یه جایگاه سبز، مقبره سبز رسول الله، نشانه سبز رو باید ببینم، بعد از اون حرکت میکنم. ما هیچگاه آنقدر دور از اینجا نمیرم که دین ما از گنبد خضرا و از گنبد سبز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دور نشه. خوشا به حالتون که رسول الله را دوست داره، خوشا به حالتون. بزرگترین سرمایه هست. یک عربی نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می یک صحرانشین به رسول الله میگه یا محمد، اونها خود ادب ندارن، گاهی اوقات ادب رعایت نمیکنن، نمیگه که یا رسول الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، میگه یا محمد متى الساعة؟ قیامت چی وقت هست؟ میگه ما عددت للساعة، برای قیامت چی آمادگی گرفته؟ خب مثل ما و شما رو کدام آمادگی نداره، خیلی قرضدار هسته، خیلی مدیون هست. گفت ما کدام آمادگی ندارم، ولیکن احب الله و رسوله، ما الله و رسول الله را دوست دارم. از این خبر دارن؟ شما رو چی جمع کرده؟ مگر همیجا پول توزیع میشه؟
اینجا به شما کدام ثروت داده میشه؟ اینجا به شما کدام مدال داده میشه؟ نه خیر، فقط و فقط رسول الله را دوست داره. این محبت با رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم یک ثروت هست که از این ثروت 5 میلیارد انسان محروم است. فقط 2 میلیارد انسان ها که در بین شما و شما هم هستیم الحمدلله از این ثروت و از این انرژی و از این اتم برخوردار هستند، قوی تر از اتم. الله متعال ما و شما را در دل ما و شما محبت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را پیدا بکنه ان شاء الله. یک روز یک صحابی دواندان نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله، میگه ما وقتی که در خانه دلتنگ میشم، میگه دواندان به طرف خانه تو میایم یا به طرف مسجد نبوی میایم، به طرف مسجد تو چهره تو را میبینم، من آرام میشم. من متیقن هستم از صبح که شما به این جلسه داخل شدین تا به این حال را، حالت صبحتان و حالت چاشتتان دگرگون هست. شما قبلا آرام بودین، حال آرام شدین، چرا که اینجا یاد الله و رسول الله میشه. اگر ما کدام ثروت نداشته باشیم، اینمی بزرگترین ثروت است که ما رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را دوست داریم. گفت ما وقتی که دلتنگ میشم میم چهره تو رو میبینم، بعد از او آرام میشم. وقتی که تو از دنیا بروی و ما هم از دنیا برویم، در بهشت خو مقام شما مقام انبیا هست، والاتر و اعلاتر و بالاتر هست. ما شما رو چیگونه پیدا بکنیم اونجا؟ اونجا چه قسم شما رو جستجو بکنیم، در کنار شما باشیم؟ گفت انت مع من احببت، تو با کسی هستی که او رو دوست داشته باشی. شما با رسول الله هستی. نعمت های بهشت فراموش ما گاهی اوقات میشه. یگانه نعمتی که ما فکر ما طرفش گاهی اوقات نمیشه و دیدار رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. نامش اقدر زیبا هست، دیدارش چه قسم خواد بود. متیقن و باورمند باشین که او کسایی که عشق و علاقه و محبت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در قلبشان موج میزنه، این کلماتی که ما میگیم یا علما و اساتید ما میگه قدر لذت بخش است. این پیام را و این زبان و این کلام را و این زیبایی ها را از خود رسول الله خواد شنیدی صلی الله علیه و سلم. خوشا به حال ما و شما. الله متعال را باید سپاسگزار باشیم که الله متعال چنین نعمت به ما اعطا کرده، ما را در امت ایتو شخصیت قرار داده که او هم رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. رافع و سمره را شما داستانش خبر دارین، دو صحابی نوجوان هست در یک جنگ از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اجازه میگیره، میگه رسول الله میگه در این جنگ ما را اجازه بده، میگه نه خیر، سن شما خورد است، شما باشین در جایتون. یکیش میگه من ایزبازی رو خوب یاد دارم، دیگه‌ش میگه من کشتیگیری رو خوب یاد دارم. متوجه هستن که چرا این کار را میکنن؟ میفهمن که صحنه نبرد و صحنه جنگ سخت است، جان دادن هست، خون دادن هست، رفتن از این دنیا هست، پاره شدن هست. میفهمن که چرا این کار را میکنن؟ رسول الله را دوست دارن، که فقط یکشون امریکا به رسول الله باشه. رسول الله را می صحنه را مشاهده میکنه، صحابه میگه جمع شن که هر دویشان یک زور آزمایی بکنن، کشتیگیری میکنن، یکی از اینها که نامش فراموشی مشده، یکی از اینها کامیاب میشه. شما این صحنه را ببینید، همین صحنه را شما تصور بکنید که دو شخص با هم پهلوانی میکنن که کدامشان موفق میشه که امریکا به رسول الله باشه صلی الله علیه و سلم. این شخصیتی است که تمام مردم دوست داره. این شخصیتی است که دشمن میفهمه که حق هست، والله العظیم قسم میفهمن، والله بهتر میشناسن، یعرفون کما یعرفون ابناءهم، حتی بیشتر از او میشناسن. ولی عناد و دشمنی و حسدی که نسبت به پیامبر دارن تحمل کردن نمیتونن. شما شاید دی روزا خبر باشین که فرانسه ماکرون خبیث، رئیس جمهور فرانسه، کاریکاتور پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در یکی از جاده های عمومی نصب کرده. چرا؟ آیا میخواهد که از نام رسول الله، از جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم، از منزلت رسول الله کاسته شود؟ هرگز، هرگز نمیشه، هرگز چون این کار نخواهد شد. چند روز قبل یکی از بزرگای فرانسه مسلمان شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. چرا این کار را میکنن و با احساسات 2 میلیارد مسلمان بازی میکنن؟ به خاطر که 30 سال بعد دین رسمی فرانسه انشاءالله اسلام است. 30 سال بعد
دین رسمی فرانسه اسلام است. ایره خود یک پاپ اونها در یک سخنرانی خود میگه که آینده ای امت، آینده ای فرانسه از این اطفال که در پیشروی اطفال نشستگی است، این اطفال که در پیشروی من نشستگی است، آینده ای فرانسه از اینها است. الله متعال محبت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در قلب ما ایجاد بکنه. ربیعه غلام رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. یک روز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه به ربیعه، میگه یا ربیعه سلی، از ما سوال کن. حالا از ما شما یک تاجر اگر سوال بکنه، بزرگ اگر سوال بکنه، سوال که از ما چی بتو بتم؟ بزرگترین فرصت شاید از مادیات دنیا یادآوری بکنه که جایگاه و منزلت و مدال و پول و فلان و فلان شاید بگویم. یه غلام نیاز هم به این چیزها داره، نیاز هم داره که رسول الله به این چیز ببخشه، خیلی دوست داره، اما چرت میزنه که رسول الله به ما گفته که سلنی یا ربیعه، ای ربیعه از ما سؤال کن. چرت میزنه، بزرگترین هدف را نشانه میگیره، همت بلند داره، میگه اسألوک مرافقتک فی الجنه، مرافقت تو را در بهشت کار دارم ای رسول الله، من میخوام در بهشت فقط که رفیق تو باشم برای ما کفایت میکنه. پس دومین حقی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بالای ما در محبت به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم است. سومین حقی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ما بالای ما داره، الگو قرار دادن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین اسوه رسول الله است. اگر یک کسی میخواد بهترین رئیس جمهور باشه، سیرت رسول الله را بخونه. اگر کسی میخواد بهترین شوهر در خانه باشه، سیرت رسول الله را بخونه. اگر کسی میخواد بهترین مجاهد در میدان نبرد باشه، سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را بخونه. اگر میخواد یک کسی بهترین سیاستدان و سیاست پوه باشه، سیرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بخونه. اگر کسی میخواهد بهترین تاکتیک های جنگی را یاد داشته باشه، سیرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بخونه. اگر میخواهی یک فرد الگو من حیث یک الگو در جامعه تبارز بکنه، سیرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را بخونه. او در هر مقطعی از میدان الگو هست. او تنها در میدان نبرد، تنها در میدان دعوت، تنها در میدان تصوف و طریقت او الگو نبود، در هر میدان او الگو هست. در هر میدان و او رو باید الگو قرار بده و واقعا الگو بوده، واقعا جایگاه الگو بودن به او میزیبه، واقعا امین نام الگو را با نام خود که یک جای شده زیبا ساخته. اسوه، الگو. حالا کلمه الگو رو میگه، اول ذهن به طرف نام محمد میره صلی الله علیه وسلم، و با الگوگیری خود که از اونها کردن انسانها، غیر مسلمانها مسلمان شد. یک روز یک زن کافری پشتخار پشت خود داره، ای بالایش سنگینی میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم از پشتش است. رسول الله میره ای بار را ازش میگیره. زن کافره هست، به رسول الله ایمان نداره، ای پشت خار را میگیره، با پشت خود میاندازه. رسول الله با او منزلت و با او جایگاه رحمت للعالمین تا نزدیک خانه شیر میرسانه، در پهلوی دروازه میخواد که بگذاره این ما امی زن به رسول الله میگه اینجا بگذار، تشکر از شما، خیر ببینی به اصطلاح ما شما. میگه نه خیری، در خانه داخل میکنم برات، همون جایی که میخوای به مو جای برش میگذارم. دروازه رو باز میکنه، میبره رسول الله در پهلوی دروازه ای که جای پشته خار باید داخل شوه تا او جره میرسونه. این زن کافره شفته اخلاقی شخص میشه ولی نمیشناسه کی است. وقتی که سخاوت ازیره و این مردانگی و شهامت ازیره و این همدردی از ایره دید، گفت بچه من یک نصیحت برات میکنم، خیلی جوان رشید هستی، من یک نصیحت برات میکنم که متوجه باشی که در این جای، در این مکانی که ما تو هستیم، در این سرزمین یک یتیم بچه ظهور کرده به نام محمد. متوجه باشی اگر با او روبرو شدی، راهت را چپ کن که با او روبرو نشی، که باز فریبت میده، همراهت خیانت میکنه، سخنان سحرآمیز هست، نشود که به طرف از او جلب شوی، به طرف از او توجهت شوه و به او ایمان بیاری. رسول الله طرفش تبسم میکنه، میگه امو محمد مست، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. خوب الگو بودنه،
خوب الگون نیستیم رو باور کنیم. ما را گاه اوقات کردار ما توسط گفتار ما یا گفتار ما توسط کردار ما تکذیب میشه. با زبان یک چیز میگیم، از این صحنه این مسجد که خارج شدیم دروغ میگیم، از اینجا که خارج شدیم خیانت میکنن، از اینجا که خارج شدیم خلاف قدم رسول الله صلی الله علیه و آله قدم میگذاریم. استثناءات در انسانهای وجود داره. من سه روز قبل با کسی ملاقات کردم که 21 دفعه رسول الله رو خواب دیده بود. انسانهای وجود داره. وصل رسول الله مرا گفته که خیلی وقت میشه نزد ما نامدی، چرا عمره نمیه؟ گفت من پول ندارم. سه روز پیش یک کسی قسمی کردم دید. گفت از جیب خود مرا چند پول داد. گفت حرکت کو بیا به طرف من. گفت از مهمانای خاص ما هستی. انسانهای وجود داره. یعنی ما ناشکر نیستیم. هست انسانهایی. گفت من صبح بلند شدم که در جیبم چیزی نبود. گفت پس خوابیدم از خیلی شوق اگر پیدا شد. گفت باز خوابیدم باز بلند شدم نشد چیزی. گفت سه روز بعد پدرم برای من $500 داد که برو عمره. بعضی کسا مستقیم وصل هستن. میبینن مستقیم.